بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمه حال پیامبر صلى الله عليه وسلم. باب یکم پیش از نبوت، تولد پیامبر صلى الله عليه وسلم. پیامبر صلى الله عليه وسلم سال فیل روز دوشنبه در ماه ربیع الاول 53 سال پیش از هجرت موافق به 571 میلادی به دنیا آمدند. امر فیل و حبس کردن الله سبحانه و تعالی آن را هدیه بود که الله سبحانه و تعالی به پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم و خانه اش پیشنهاد نمود. پدر پیامبر صلی الله علیه و سلم، پدرشان عبدالله ابن عبدالمطلب رسول الله صلی الله علیه و سلم که در بطن مادرشان بودند که پدرشان وفات کردند، پس پیامبر صلی الله علیه و سلم یتیم به دنیا آمدند. مادرشان، مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم آمینه بنت وهب از بنی زهره بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم 7 سالگی را پوره نکرده بودند که مادرشان وفات کردند. کفالتی پیامبر صلی الله علیه و سلم، بعد وفات مادرشان پیامبر صلی الله علیه و سلم را بابایشان عبدالمطلب به کفالتی گرفتند. سپس وفات کردند و رسول الله صلی الله علیه و سلم قریب 8 سال داشت. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم را عمکی همخونشان ابو طالب به کفالت گرفت و نام او عبدمناف بود. و اکنون شیردهندگان پیامبر صلی الله علیه و سلم، یکم سویبه و دوم حلیمه سعدیه، کنیز آزاد کرده ابو لهب و همراه او ابو سلمه عبدالله ابن عبدالاسد مخزومی رضی الله عنه را به شیر پسرش مسروح شیر داد و همراه آنان عمکش حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله عنه را شیر داده بود. حلیمه سعدیه پیامبر صلی الله علیه و سلم را با شیر پسرش عبدالله برادر اونیسه و جزامه که وی شیمه است، فرزندان حارس ابن عبدالعزا ابن رفاعی سعدی شیر داد و همراه او پسر عمکش ابو سفیان ابن حارس ابن عبدالمطلب رضی الله عنه را شیر داده بود. دایه های پیامبر صلی الله علیه و سلم، مادرش آمینه و سویبه کنیز آزاد کرده ابو لهب، حلیمه بنت ابو زعیب سعدیه شیمه، دختر حلیمه سعدیه و خواهر رضایی پیامبر صلی الله علیه و سلم. او در گروهی حوازن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد. پس از روی رعایه کردن حق وی برای وی چادرش را پهن کرد و بر بالای آن وی را شناند. از دایه های پیامبر صلی الله علیه و سلم ام ایمن برکه حبشی رضی الله عنها، پیامبر صلی الله علیه و سلم او را از پدرش میراث برده بود و دایه اش بود. او را پیامبر صلی الله علیه و سلم و دوست داشته اش زید ابن حارثه رضی الله عنه به زنی داد. برای او اسامه ابن زید رضی الله عنه را به دنیا آورد. ابوبکر و عمر رضی الله عنهما بعد وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد وی در آمدند در حالی که وی گریه میکرد. پس برایش گفتند چرا گریه میکنی؟ آنچه در نزد الله سبحانه و تعالی برای رسولش صلی الله علیه و سلم بهتر است؟ پس گفت من میدانم که از آنچه در نزد الله است برای رسولش صلی الله علیه و سلم بهتر است و رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی چیزی برای او بهتر است رفته است، ولیکن من گریه میکنم زیرا که آمدن وحی از آسمان قطع شد، آنان را بر گریه کردن برانگیخت. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه وحی گریه کردند. اکنون عمل پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم چوپانی کردند و این سبب در صبر و رحمت او بر ضعیفان و رعایی آنها گشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الله هیچ پیامبری را نفرستاد
مگر که چوپانی کرد. پس یارانش گفتند تو نیز چرانده ای؟ فرمودند بله. در مقابل چند قیراط گوسفندان اهل مکه را می چراندم. تجارت و ازدواج پیامبر صلی الله علیه و سلم. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم 25 ساله شدند برای تجارت به سوی شام رفتند. پس در بصرا رسید، سپس برگشت. بعد برگشتنشان با خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها ازدواج کردند و او یکمین همسرشان بود. اکنون ساختن کعبه. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم 35 ساله شدند، خانه کعبه ویران شد. پس قریش برای از نو بنا کردن آن قائم شدند. خاندان قریش کعبه را در میان خود تقسیم کردند و هر کدام آنها گوشه از آن را گرفت. پس وقت ساختمان بنا در طرف حجر الاسود رسید، اختلاف کردند کی آن را در جایش میگذارد. 4-5 روز در این اختلاف استادند. سپس اتفاق کردند که اولین کسی که از در مسجد درآید در بینشان قضاوت میکند. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم اولین شده از در مسجد در آمدند. پس او را در بین خود داور گرفتند، امر کردند که چادر آورند و سنگ را در آن گذاشتند. سپس هر قبیله از گوشه از آن چادر برداشتند تا که در جای آن رسیدند که پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را با دستشان در جایش گذاشتند. اکنون گوشه نشینی پیامبر صلی الله علیه و سلم. عایشه رضی الله عنها گفت برایش گوشه نشینی محبوب گردانیده شد و در غار حرا خلوت میکرد و در آنجا عبادت میکرد و چند شب را در آنجا سپری میکرد و بت‌ها و دین قومش بر او بد گردانیده شد. پس یگان چیز در نزدش از آن بد دیده تر نبود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.